با سلام به بینندگانی بینید عزیزی رادیو زودی امروز یکم مارت است اولین روز بهار امسال و امیدوارم برایتان این ماه و ماهای دیگر پربار خواهد بود ساعت به وقت پراگ ده به وقت مسکو 12 و دوشنبه 14 است و چون همیشه من شالو گلخوجا در خدمت شما عزیزان هستم با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان سپاس که پیوسته خبرها را از رادیو زودی تماشا میکنید تاجیکستان و ازبکستان باز به یک گروه شهروندانش اجازت عبور از مرز کشورهای همدیگر را دادند. من بعد اگر پیوندان نزدیک ساکنان این دو دولت بیماری وزنی داشته باشند و یا بیفتند، اجازت گذشتن از مرز داده می شود. در این حالت آنها باید در دست شناسنامه خارجی و برقیه در بره بیماری و یا فوتی شخصی نزدیکشان را داشته باشند که از سوی مقامات هر دو کشور تصدیق کرده است. همچنین هنگام عبور مرز سپریدن اکسپرس تست کووید 19 نیز حتمی است که 14 دلار نرخ دارد. تا این زمان مقامات تاشکند و دوشنبه تنها به 3 گروه شهروندان اجازت گذشتن از مرز را می دادند. دانشجویان مکاتبی اولی ازبکستان و تاجیکستان افرادی که در این دو کشور صاحب همسر و یا فرزند هستند و همچنین آنهایی که از ستاد جمهوریوی مبارزه با کووید 19 اجازت نامه دارند. با همین ترتیب فعلا مرزهای تاجیکستان بنابر پاندمی کووید 19 بسته باقی میمانند شهروندان امکان دارند طریق پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان و برعکس سفر کنند پروازهای دائمی به ترکیه دوبای و تاشکند عملی میشوند نرخ بلیت به حساب میانه به دوبای توسط شرکت فلای دوبای 2615 سومانی را تشکیل میدهد بلیت پرواز به استانبول با شرکت ترکیش ایرلاینز از 6800 تا 7000 سومانی بوده است سومون ایر باشد در این شب و روز با مشتریان برای پرواز به پایتخت ترکیه بلیت ها را از 4465 سومونی تا 5800 سومونی پیشنهاد میکند. در همین حال شرکت اورالسکی اویالینی میگوید بلیت های آنها برای پروازهای چارتری از تاجیکستان به روسیه از 4200 تا 7000 سومونی را تشکیل میدهد. شرکت مذکور هفته تا 18 پرواز چارتری را از دوشنبه و کلوب خوجند با روسیه انجام میدهد و باید گفت که بینندگان عزیز فعلا تقدیر پروازهای دائمی با روسیه و تاجیکستان معلوم نیست و طوری هم دیدیم پروازهای چارتری همین گونه ادامه دارند برای انتقال مسافران دو کشور انتظار می رود که ماهی جوری پریزیدنت افغانستان محمد اشرف غنی به تاجیکستان سفر کند و با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات داشته باشد. در این باره دیروز می رحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان در نشست مطبوعاتی در دوشنبه بیان داشت. یک گروه وکیلان مردم افغانستان روز 27 فوریه به تاجیکستان آمدند. می رحمان رحمانی گفت هدف از سفر بررسی مسائل گوناگون از جمله رشد مناسبت های بین پارلمانی تقویت مبارزه با تروریسم و گفت گو در برای صلح افغانستان است. او تاکید کرد که با رئیس جمهور، وزیر کارهای خارجی و رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان ملاقات میکند. امروز دیدار رئیس پارلمان افغانستان با پرزیدنت و رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در نظر گرفته شده است. بر پایه رده‌بندی نو سپید تست گلوبال ایندکس سرعت اینترنت موبیلی در تاجیکستان پست‌تر شده است در ارزیابی این سازمان که سرعت اینترنت موبیلی در 140 کشور جهان را تحقیق کرده است تاجیکستان در موقع 129 قرار گرفته است که نسبت یک ماه پیش 5 زینه پوین تر می باشد. از روی اینترنت نقلی نیز موقع تاجیکستان پست‌تر شده بین 175 دولت در جای 99 قرار دارد ساکنان تاجیکستان نیز پیوسته از صفت و صورت اینترنت در کشور شکایت میکنند آنها میگویند هر ماه 50 یا 100 سومانی و بیشتر از آن پول میدهند اما وقتی مرور در اینترنت باید دقیقه های زیاد منتظر شوند بعضن انتظاری هم بیفایده است و نه وبسایت باز میشود و نه ویدیویی به نظر برخی از آگاهان امور در بزرگ مخابراتی فضای به وجود آمده است که شرکت ها برای بهتر کردن سرعت و صفت اینترنت دست کوتاه میباشند سببش مالیاتی زیاد بستنی شرکت های موبیلی و رفزنه یگانه اینترنت گفته می شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک ساکن 48 ساله شهر خوجند با گمان قلابی خبر میدهد به قول منبع دستگیر شده به آن متهم می شود که در مسکو یک زاده دیگری تاجیکستان را فریب داده است در خبرنامه آمده است مردی متهم سال 2015 هنگامی در پایتخت روسیه قرار داشتنش برای فریب به باوری یک ساکن 37 ساله شهر کونی بودوم در آمده از او 20 عدد ماشین گوناگون تمغه را می گیرد ارزش عمومی ماشین
ماشینو 7 میلیون و 700 هزار روبل روسی حساب شده است. مردی گمانبر وعده داده است که با این ماشین ها در مسکو تاکسی پارک میکشد، ولی بعدن ماشین های گرفتش را به قسم جدا کرده به افراد نامعلوم میفروشد و مبلغی به دست آورده را به منفعت خود استفاده میکند. از روی حالت مذکور تحقیقات ادامه دارد. روز 28 فوریه برای اولین بار بعد برکناریش از کرسی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در صحنه سیاسی ظهور نموده کوشش کرد خود را همچون پیشوای بیچون و چرای حزب جمهوری خواه نشان بدهد. ترامپ از احتمال دور ندانست که در انتخابات سال 2024 برای کرسی رئیس جمهوری آمریکا تلاش خواهد ورزید. همچنان اسنای سخنرانی در کنفرانس نیروهای محافظه‌کار آمریکا در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا ترامپ آوازه‌ها درباره تشکیل حزب نو را بیاساس عنوان داد. پرزیدنت سابق آمریکا همان ناکامی در انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر را اعتراف نکرده، ماموریت پرزیدنت جو بایدن را مورد انتقاد قرار داد. قصر سفید میگوید به پیام ترامپ توجه زیاد ندارد. روز یک شنبه ایران ملاقات غیررسمی با آمریکا و اتحاد اروپا برای ارزیابی امکان احیای سازش هسته‌ای سال 2015 را رد کرد. با قبل ایران ابتدا واشنگتن باید تحریم یک طرفه ایران را خاتمه باشد. در سال 2018 واشنگتن از سازش هسته‌ای ایران که سال 2015 با اشتراک کشورهای عالم امضا شده است بیرون شده، تحریم یک جانبه جمهوری اسلامی را برقرار کرد. حالا ماموریت پرزیدنت آمریکا جو بایدن و ایران بحث دارند کی باید اولین شده در سمت ایوی سازش سال 2015 اقدام نماید. ایران میگوید واشنگتن باید تحریم یک طرفه را قطع کند. آمریکا میگوید ابتدا تهران باید به اجرای بندهای سازش که وقتای اخیر پامال شدند رو آورد. برمیگردم به خبرهای تاجیکستان. تاجیکستان نقشه دارد سال جوری با کشورهای همسایه بیش از 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق را صادرات نماید. مقامات تاجیک میگویند فروش مقدار بیشتری برق به افغانستان و ازبکستان در موسم تابستان در مد نظر گرفته شده است. انتظار میرود که 1.5 میلیارد کیلووات نیروی برق به ازبکستان و همین قدر دیگر به افغانستان صادرات گردد. ولی با تاکید نمایندگان بخش انرژتیکی تاجیکستان، صادرات برق از سطح آب در دریای بخش وابسته خواهد بود. تاجیکستان سال گذشته هر یک کیلووات برق را بر عوض 4.5 سنت فروخته است. امسال این نشان داد 3% افزایش خواهد یافت برای افغانستان. اما نرخ فروش برق به ازبکستان اعلان نمی شود. قبلا گفته می شد که در سالهای گذشته این رقم 2 سنت آمریکایی برای هر یک کیلووات را تشکیل می داد. و وزارت کشاورزی تاجیکستان از اهالی کشور دعوت کرده است برای جلوگیری از تلف یافتن درختان میوه دهنده در روزهای سردی اخیر از دودمانی استفاده کنند. این وزارت توصیه داده است که در بین درختان باغ‌ها علف‌های خودروی و غوزه‌پویه را آتش گیرانند. گفته می شود این اصول درختانی را که علاقه مخچه بسته و گل کردند از سرمازدگی امین می داشته است. در بعضی مناطق تاجیکستان باغداران به دودمانی شروع کردند. در پای گرمی یک ماه که در جنوب تاجیکستان حرارت تقریبا تا 28 درجه گرم بود، اکثر درختان میوه دهنده گل کردند. آخر هفته گذشته هوا سرد گشته، نگرانی کشاورزان و باغداران را در مورد حاصل آینده میوه و سبزیجات به بار آورد. زمستان سال گذشته هم در تاجیکستان کم بارش بود، اما روز 9 اپریل در وادی ها و مناطق کوهی برف بریده، حاصل قسمی از درختان از جمله گیلاس و انگور را نابود کرده بود. و بینندگان عزیز، حالا برای شما در باره قربی اسعار خارجی معلومات میدیم. بانک ملی نرخ 1 دلار را امروز 11 سومونی و 30 درم و 1 یورو را 13 سومونی و 68 درم تعیین کرده است. امروز 1 مارت 1000 روبل روسی 150 سومونی و 70 درم نرخ دارد که نسبت آخر هفته گذشته کمتر است. تشکر میگویم بینندگان عزیز که تا آخر صحبت ما را تماشا کردید. خبرهای بیشتر از این را در برنامه منتظر باشید. 3 ساعت پس در همین جا در بخش مستقیم شما را انتظاریم. خود را احتیاط کنید و روزی خوب در پیش داشته باشید.